بدبختی میان مدرسه دیپلم میگیرن، قانون اساسی اصل 30 اعلام میکنه آموزش رایگان تا مقطع دیپلم. کدوم رایگان؟ تا مقطع دیپلم پولیه، بعد از دیپلم پولیه، تا فوق لیسان دکتر دا همون دانش آموزی که اولیا نگرانن که مبادا دو روز تو درساش تاخیر بیفته. اولیای محترم، برادر عزیز من، خواهر عزیز من، تو سرتاسر ایران، منظورم کردستان نیست، سرتاسر ایرانه، چون من به منافع ملی فکر میکنم نه به منافع منطقه‌ای. عزیزان، کدوم مصلحت دانش آموزی که میاد دیپلم میگیره، لیسانس میگیره، فوق لیسانس و دکترا بیکار میشه، تو خونه میشینه، معتاد میشه، دست به خودکشی میزنه، مجبور میشه از ایران خارج بشه؟ ای مسئولین نادان مملکت، تا کی ما من معلم باید نظارگر این باشم که شاگردام از دریای مدیترانه رد بشن، پناهندگی و حقارت رو تو اروپا قبول کنن و تو دریا خفه بشن؟ تا کی منتظر این باشم ببینم بهترین مغزهای این مرز و بوم از ایران خارج بشن و تو دانشگاه های خارج از کشور کار کنن و مملکت ما رو پخمگان بر عهده بگیرن؟ من میدونم همکاران گران حال منن، میدونن که بعد از این برای من مشکل پیش میاد، ولی مهم نیست. شرمنده اون مسئولینی که منو منافع صحبتهای منو برخلاف منافع ملی میپندارن. صحبتهای من و این معلمان دقیقا اصل منافع ملی ملت ایرانه. اجازه بده. نه اصلا اجازه بده. نیروهای امنیتی، نیروهای اطلاعاتی، شما برادران ما هستید، عزیزان ما هستید، شاگردای ما بودید، ازتون نمی ترسیم. اگه با ادب با شما صحبت می کنیم، این بر اثر خصلت معلمی ما و ادب معلمی ماست. ما داریم با قلم با شما صحبت می کنیم. نیروهای امنیتی، مسئولین، ادارات، شما هم موظفید با قلم با ما صحبت کنید. شما هم باید با زبان مدنیت، با زبان گفتمان و دیسکورس مدنیت با ما صحبت کنید. حق ندارید با خشونت صحبت کنید، چرا که آخرین نسل هایی که خدا رحمت کند مرحوم مهندس بازرگانو اعلام کرد به شاجوان محمد رضا پهلوی، البته اینم بگم چون من اعلام کرد که آخرین نسلی هستیم که با شما با گفتمان صحبت میکنیم. بترسید، ما با زبان مدنیت صحبت میکنیم.